از خیلی پایین در سینما و در واقع این حرفه شروع کردی شنیدم، آیا درسته؟ یعنی تدارکات و و خیلی مشاغل پایین تر و کم کم به طور خودساخته به این مرحله از کارگردانی رسیدی. یک کوتاه راجبش برامون بگو. مثل اکثر دوستان و کسانی که وارد حرفه سینما میشن، در ابتدا علاقمند به بازیگری بودم، ولی خب برای ورود پارتی نداشتم و درس این رشته رو نخونده بودم و اومدم در گروه تدارکات مشغول به کار شدم. توی 3-4 سالی که کار تدارکات میکردم به مدیر تدارکات، جانشین تولید و مدیر تولیدم رسیدم. مراحل خیلی سریع در واقع طی کردم برای اینکه با عشق و علاقه کار میکردم، ولی 3-4 تا نقش کوتاه هم بازی کردم. دیدم خیلی بازیگری هم کار سختیه، هم تحصیلات میخواد، هم در واقع یک تخصص، یک علمه. ضمن اینکه همه اینها رو داشته باشی، شانس هم باید با تو همراه باشه. بله. شما اگه مدرک پزشکی بگیری، بعد از اینکه مدرک رو گرفتی میتونی بری مطب بزنی و مشغول به کار بشی، ولی شما دکترای بازیگری هم بگیری، باید به شما زنگ بزنن و از شما درخواست کنن که یک فیلمی رو بیای بازی کنی. در هر صورت شما به عنوان بازیگر تعیین کننده نیست که سر چه فیلمی بری. درست. یک مقدار به شانس هم بستگی داره دیگه. یواش یواش در طول دورانی که کار تولید و تدارکات می‌کردم، رفته رفته علاقمند شدم به کار کارگردانی و دستیار خیلی از کارگردانان مهم هم بودین. بله. اسقر فرهادی، کیانوش عیاری. بله. استاد کیانوش عیاری، استاد آقای فتحی، حسن فتحی. حسن فتحی توی ملا صدرا مدیر تدارکات بود. بله. اونجا هنوز. ولی دستیار آقای ژکان بودم، دستیار آقای منوچهر مسیری بودم و توی سریال بانکی ها هم دستیار برنامه‌ریز بودم و فیلمنامه هم می‌نوشتم. این خودساخته بودن خیلی با ارزشه. یک چیزی که وجود داره اینه که منوچهر جان هادی همزمان 8000 تا سریال، فیلم و شبکه خانگی می‌سازه. یعنی 3 تا سریال الان داره که داره می‌سازه، همزمان 3 تا فیلم سینمایی شروع می‌کنه و همزمان با اون 5 تا سریال تلویزیونی مثلا 45 قسمتی، 2 تا کار کوتاه هم کنارش می‌سازه و 1 مستند. نمیدونم چجوری همچین چیزی ممکنه، ولی شده، دیدیم. چجوری میشه؟ البته این شک و شبهه خیلی وجود داره و به خود منم خیلی میگن، وقتی توضیح میدم بهشون متوجه میشن که اشتباه میکنن. من توی این 4 سال گذشته سریال دلدادگان رو کار کردم، فیلم رحمان 1400 رو کار کردم و سریال دل رو، یعنی 3 تا کار انجام دادم. منتها سریال دلدادگان 60 قسمت بوده، فیلم رحمان که در خدمت شما هم بودیم، نقش زیبایی که بازی کردیم، و سریال دل هم 40 قسمت 50 دقیقه بوده. یه جوری میگی که یعنی چیزی نیست. میگم 3 تا در واقع، 2 تا سریال کار کردم با یه سینمایی. ولی خب همه فکر میکنن که مثل شوخی که شما کردین، واقعا سالی 8 تا سریال کار میکنم و 7 تا سینما. شاید مردم ندونن و هیچ وقت هم شاید در هیچ گفتگویی نگفتی که فرزند شهید هستی. خب نمیخواستم که غمگینت کنم، ولی به هر حال این شاید خوشحالی است بیشتر تا غم. با افتخار. بله. بیشتر افتخار میکنم که هیچ وقت از این فرصت و از این فرصت که چه جمله‌ای بگم، که در واقع از این موقعیت استفاده نکردم، از این خیلی بیشتر خوشحالم و افتخار میکنم که فرزند شهیدم و امیدوارم که در واقع این لیاقت رو هم داشته باشم. و شما عذرخواهی میکنم. نه راحت باش. برنامه شما برنامه تنز. نه اصلا برنامه تو غمگین کردم. خیلی عذرخواهی میکنم اصلاً. از مردم اصلاً. از و تعداد خواهر و برادرها زیاده. بله. ما 5 تا خواهر، این 4 تا برادر. خب زیر سایه مادرم زندگی میکنیم. بله البته خدا که جای خوش. و بچه
و فرزند چندمی؟ فرزند هفتم. هفتم. دو نفر بعد از من هستن بعد. خب. و خیلی شنیدم که همیشه خیلی وابسته به هم و شلوغ و دور هم و یک زندگی این شکلی داریم. اساساً فکر می‌کنم اگر موفقیتی نصیب من شده به خاطر دعای خانواده، حمایت خانواده. خیلی هر کسی که من فکر می‌کنم تو هر جایگاهی موفقه حتماً خانواده خوبی داره، همسر خوبی داره و دعای اونها باید پشت سرش باشه، انرژی مثبتشون باید باشه و ما هم همینطور. و یک نکته دیگه بگم، ازدواج کردی دیگه، خانم یکتا ناصر بازیگر سینما و تلویزیون، همسر آقای منوچهر هادی هستن. چی شد؟ افتخارش دست نمیذاره. ما فکر کردیم که زوج رو با هم دعوت نکنیم، چون که به هر حال منوچهر جان کارگردانن و خب میشه راجب خیلی چیزای دیگه ای صحبت کرد. خانم یکتا ناصر بازیگر هستن و میشه اصلا کلن مسیر دیگه ای صحبت کرد. بنابراین ترجیح دادیم که جدا جدا، و از ایشون هم حتما دعوت خواهیم کرد که تشریف بیارن در برنامه ما. چی شد؟ ما یک تلفیلم کار میکردیم به اسم روستای مرزی برای سیما فیلم و خب ایشون به عنوان بازیگر انتخاب شدن. ما رفتیم کرمانشاه کار میکردیم و اتفاقی که افتاد این بود که در طول فیلم برداری من همواره میدیدم که چقدر در واقع خانم ناصر مستعد هست و چقدر بازیگر خوبیه. حالا به نسبت کاری که خود من کرده بودم و بازیگرهایی که باشون کار کرده بودم، احساس کردم خیلی به لحاظ بیان، به لحاظ آن تایم بودن، اهمیتی که به کارش میده و اینها، دیدم چقدر در واقع بازیگر قابلیه، ولی به نسبت فیلم‌های خیلی موفقی توی کارنامه‌اش نبوده و این برای من سوال بود. من خواستم این ازش بپرسم. دیدم خیلی سوال کلیشه‌ای و تکراریه. معمولاً آقای آدم سر صحبتو برای که سر صحبتو واکنی. آره، احساس کردم که استنباط در واقع به این سمت میره که آره میخواد سر صحبتو واکنه و دیالوگی که شاید خیلی‌ها بهش گفته باشن. یه چند روز دیگه گذشتم، نه واقعاً بازیگر خوبیه. گفتم والا هر فکری میخواد بکنه بکنه. یواش یواش هم در درون من اتفاقاتی داشت میافتاد و خب علاقمند داشتم میشدم، ولی بهش صادقانه گفتم که چقدر بازیگر خوبی هستی. من می‌خواستم زودتر اینو بهت بگم، ولی گفتم شاید فکر کنی میخوام سر صحبت رو بکنم و اینها. و بعد این جمله ازدواج کردی و بلافاصله بلافاصله من این جمله رو گفتم، گفت دوستت دارم بابا. آره، خیلی هم عالی. چند ساله از ازدواج گذشته؟ 4 سال. 4 سال. بله. و یک دختر به اسم سوفیا که سوفیا 22 آذر تولد 3 سالگی شد. 3 سالش. امیدوارم که همه در کنار هم همیشه سلامت و برقرار باشید. خیلی زود گذشتم از اینکه چی شد. آره هنوز مونده بود. منم دیگه دیدم شما میخوای سوال بپرسید. نه من هیچ حرفی ندارم، تموم داره میشه. در واقع به ایشون گفتم و ایشون هم گفتش که خیلی ها این سوال میکنن. گفتم بله، میدونستم که قبلا هم این سوال ازت پرسیدن. گفتش که حالا شما اگه خواستی فیلم سینمایی بسازی، من هم از کار شما خوشم اومد، واقعا کار تو بلدی، چقدر ارزش برای کارت قائلی، اگه خواستی فیلم سینمایی بسازی من میام برات بازی میکنم. بلافاصله بعد از فیلم روستای مرزی من یه فیلم سینمایی ساختم به اسم یکی میخواد باهات حرف بزنه و نقش اصلیشو خانم آنا نعمتی بازی کرد، نقش یک زنش رو، و یه نقش مکمل داشتم. تا اون موقع هم یکتا نقشی رو بازی نکرده بود که اسمش نفر دوم بخوره بعد از توی خانم ها. همواره نقش یک بازی کرده بود. بهش نقش رو پیشنهاد دادم و مطمئن بودم که نقش خیلی سختیه، در این حال که کوتاست ولی جذابه و دیده میشه. ولی خب هر کس فیلم رو میخوند گفتش که سیمرغ در واقع برای نقش یک این کاره. خیلی فیلم زنانه بود، حالا دوستانی که دیدن. و ابتدا خب یکتا گفت این که نقش مکمله. گفتم این رو به نظر من بازی کن، نقش خیلی خوبیه، من ایمان دارم که اگر درست درک بشه و درست اجرا بشه اتفاقات خوبی میفته. در نهایت نقش رو در واقع بازی کردن با لهجه کرمانی و هم سیمرغ فجر رو بردن، هم جایزه جشن منتقدا رو بردن، هم جایزه جشن خانه سینما رو، همه جوایز موجود در کشورم رو با اون فیلم بردن و من احساس کردم که اشتباه نمی کردم. در ارتباط با تواناییشون توی بازیگری، ایشون هم
در واقع بازی کرد و جایزش رو گرفت. شما هم حالا باش هم بازی بودی میتونی؟ بله بله تایید کنی حرف من یا اگر اینطور نیست. هنوز ازدواج نکردیم ما. چی؟ هنوز ازدواج نکردیم تا اینجا. آها تا اینجا هنوز ازدواج نکردیم. خب و حالا اذیتت نمی‌کنم بعد این دیگه بعد ازدواج کردیم. بعد ازدواج. خیلی. خیلی هم عالی. مشکل با هم ندارین؟ همه چی خوبه؟ الحمدلله خوبه. همه چی خوبه؟ واقعا خوبه. خدا رو شکر. چون هر دو همکارین در واقع یه جورایی، خیلی وقتا کسانی که در یک حرفه هستن یه کمی مشکلاتی با هم دارن. یه کوچولو فقط خیلی در واقع شاکیه که همش سر کاری. آها. خونه هم باشی بالاخره یه داستان دیگه است، ولی خب مدیریت می‌کنیم دیگه. خب یه جایی من کوتاه میام، یه جایی ایشون. خیلی گفتگو می‌کنیم. واقعا اگه سر قضیه مشکل داشته باشیم گفتگو میکنیم و خیلی زود به نتیجه میرسیم. خیلی هم عالی. حالا حرفایشون هم خواهیم شنید. بله. بله. چند تا سوال میپرسم فقط با بله یا خیر پاسخ بده. اگه یه خورده توضیح داشته باشه. نه فقط بله یا خیر. بفهم. از اول نقشت این بود که با یه بازیگر ازدواج کنی؟ نه. نه. خیر. گفتین بله و خیر. 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 تا حالا شده چیزی بسازی برای اینکه روی کسی رو کم کنی؟ بله. بله. با اینکه بعضی از آدم‌ها در سینما پول میدن و بازی میکنن مخالفی؟ بله. 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 شده بازیگری رو به خاطر مخالفت خانم یکتا ناصر انتخاب نکنی؟ نخیر. نه. خیلی نخیر. نه. تا حالا شده از یک کمی ترس نقشی که مناسب همسر نبوده رو بهشون بدین؟ خیر. کاش بشد یک کوچولو اینا رو توضیح بدی. ولی خیر. گفتید بله خیر بگو. نمیخوای بیشتر فکر کنی؟ خیر. واقعا خیر. نه ترس. اصلا به هر... نه نه منظورم اینه که نه از روی ترس، منظورم نه ترس نبود، نه ترس منظورم نیست، ملاحظه هرچی. خیلی خوشبختانه ما وقتی ازدواج کردیم ایشون قبلش هم بازیگر بود، قبلش هم به واسطه من بازیگر نشد. خیلی خوب. یه دروغ بزرگی که بعدش عذاب وجدان داشته باشی؟ قطعا بله. حضور ذهن ندارم ولی آشکار شده یا پنهان هنوز؟ نه من قد بلدم قشنگ دروغ بگم که آشکار نشه. واقعا واقعا اگر حالا دروغ که اصلا کلمش کلمه خیلی مناسب و جذابی نیست، اگر دروغی گفته شده واقعا بالای 95% دروغ مصلحتی هم بازم دیگه کنار هم قبل باز قشنگتر واقعا شاید منفعتی توش بوده، یعنی به نفع کسی بوده، یا اگر مثلا این دروغ رو نمیگفتم شاید اتفاق بدتری میافتاده. واقعا اینطوری بوده. من احساس میکنم دروغ برای آدم ضعیفه، یه آدم قوی دروغ نمیگه. ولی الان هم که گفتید حضور ذهن ندارم، ولی قطعا قطعا دروغ گفتم و قطعا خیلی آدم ها به واسطه دروغ من و هنوز پنهانه. الان واقعا حضور ذهن ندارم، یعنی مورد خاصی نیست. آه. مورد خیلی خاص و بزرگی نبوده. خیلی خوب. همه ما بالاخره لغزش داشتیم، اشتباه داشتیم، همه داشتن، اگه نه که انسان نبودیم که. بله. پیامبر میشه. خب بله یا خیر سخته. تا حالا دزدی کردی؟ بله. من بیشتر در واقع دزدیام امشب مهمان ما یک سارق حرفه‌ایه. بیشتر دزدیام. چقدر مبحث جذابیه و چه استقبالی میشه. البته بله بیشتر دوزیا از کیف مادرم بوده. احیانا مثلا یه پولی برداریم برای
مدرسه میریم، بله گذران عمر. و اینکه ما شما مادرم اینا اهل رینن، رینه تو جاده هراز، بسیار جای باصفای، مردم خونگرمی هم داره، به همشون سلام میکنم، به همه رینه یا البته خانواده پدری من گلپایگانی هم، به همه گلپایگانی هم سلام عرض میکنم و امیدوارم همیشه شاد. و ما شمال که میرفتیم رینه، اونجا پر از باغای گیلاس و آلبالو اینهاست و یکی از تفریحاتمون این بود که میرفتیم. ما هم مثلا 4 پسر ما بودیم، خالم اینا هم هر کدوم مثل ما 8-9 نفر بودن، یه در واقع لشکر پسر خاله بودیم و دختر خاله و حالا داییام و اینا هم بودن. و یکی از تفریحات ما این بود که میرفتیم توی باغای مردم گیلاس و آلبالو میخوردیم. و مادر بزرگم هم گفته بود که اگه مثلا تو مسیر دارین رد میشین، اگر یک شاخه درخت گیلاس یا آلبالو بیرون زده باشه، یه دونه برای اینکه حواست برطرف بشه بکنی، اشکال نداره، حلاله، ولی اون کارم نکنید. ولی خب ما خب چون حواس اون برطرف نمیشد، میرفتیم داخل و قشنگ. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون، مرسی، خیلی ممنون.